فر و بزرگی خاص توست ای اهورای پاک نیت. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما خوبان فرهیخته. امیدوارم هر جا که هستید کامیاب باشید و سلامتی این عنصر نایاب رو به نوعی داشته باشید. دوستان گرامی، کلیپی رو انتخاب کردم، میخوام به نوعی سرفصلش این باشه: چگونه با جوغن ما جاساز پیدا بکنیم؟ آیا ممکنه ما با یک جوغن جاساز سنگی پیدا بکنیم؟ بله. ببینید، قبلش بایستی فلسفه جوغن رو ما بدونیم. فلسفه جوغن چی هست؟ خیلی کوتاه عرض میکنم. ما شخصی که فوت میکنه، ما ایرانی ها از باستان ما مرده پرست بودیم. شخصی که فوت میکنه عزیز ما هست، عزیز ما بوده، عزیز نیاکان ما بوده. ما 4 عنصر رو در طبیعت داشتیم: آب، باد، خاک، آتش. خب اون شخصی که در اون مکان دفن میشه، عنصر آب هست، باد هست، خاک هست، عنصر آتش نیست. و عنصر آتش رو میان به صورت اعتقادی میان چیکار میکنن؟ جوغنی رو در اونجا درست میکنن. هر چقدر جوغن صاف، صیقلی و خوشتراش باشه، با ظرافت باشه، اون جوغن ارزشمنده. در غیر این صورت نه. ضمن این که ما بایستی بین جوغن کاربردی و جوغنی که برای بارگذاری انجام شده بایستی بدونیم که این جوغن کاربردی هست یا نه، که اون تخصص خاص خودش رو میطلبه و ما به نوعی پکیج جوغن رو داریم، بانک جوغن رو داریم، جوغن شناسی رو داریم و و و که به صورت PDF هست و میتونید پکیج جوغن شناسی رو با ارسال پیام به واتساپ از ادمین محترم دریافت فرمایید. اما بحث اصلی ما 4 عنصر رو گفتیم که در مکان 3 عنصر هست و عنصر 4 رو خود نزدیکان متوفا میان در مکان میگذارن که این 4 عنصر در مکانی که شخص عزیزی دفن شده 4 عنصر باشه. آب و خاک و باد هست و آتش نیست، که آتش رو با ساخت یک جوغن و ریختن روغن حیوانی و آتش زدن اون در مکان، در اونجا به نوعی برای اون شخص متوفا میگذارن. اما بحثمون چی بود؟ چگونه با جوغن جاساز پیدا بکنیم؟ آیا ممکنه؟ بله. در یک مکان نامی، ببینید مکان باید نامی باشه، یعنی پیر بابا، من بارها اینو عرض کردم، مکانی که نامی نیست و این نامها در اونجا نیست، اصلا وقت نگذارید، اصلا نرید در اون مکانها. پیر بابا، خاتون، بی بی، اولیا، وستا، سفلا، شاه، شاهزاده، بانو، نظام و یکی دو مورد دیگه هست که الان حضور ذهن ندارم. در هر حال زر، زرین و در هر حال در این مکان، این مکانها مکانهای نامی هستند. شما دوستان گرامی یک سنگی رو میبینید که احساس میکنید این سنگ وسط اون ساروجی هست، یک سنگ بزرگی هست، اما اون سنگ، همه اون سنگ به صورت یک نواخ سنگ نیست. یک جایی هست که احساس میکنید درون دل اون سنگ یک ملاتی هست، یا سنگهای کوچیکی رو گذاشتن بین اون سنگها، ساروج گذاشتن یا کلن ساروجه. همون سنگ رو با دقت اولا ببینید مکانتون نامی هست یا نه. خب شما مکان نامی رو دارید، سنگ بزرگی رو دارید که در دل اون سنگ شما ملات ساروج رو میبینید. خب خیلی راحت میرید اطراف اون سنگ، بالای اون سنگ رو نگاه میکنید، میبینید یک جوغنی هست، نه دایره، جوغن بیزی، یه جوغن بیزی رو میبینید. وسط اون جوغن بیزی یه سوراخ باریک 10 تا 20 سانتی. اگر در خیلی کوتاه، اگر در یک سنگ بزرگ که در دل اون سنگ شما ملات ساروج رو ببینید
و در بالای اون سنگ جوغن بیزی رو داشته باشید که در وسط جوغن بیزی یک اسکنه یا یک سوراخ به عمق 10 تا 20 سانتی متر داشته باشید، اون سنگ شما سنگ جاساز هست. توضیح بیشتر دیگه نداره، من هر چی بگم پیرامون همین بایستی توضیح بدم و فقط وقت شما رو میگیرم. پس وقت همدیگر رو نگیریم، خیلی کوتاه مفید و مختصر عرض کردم خدمتتون و شما هم لطف بکنید لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و کانال رو برای سایرین معرفی بکنید و این کلیپ رو شیر بکنید و ما رو به دوستان دیگتون و حتی دشمناتون معرفی بفرمایید. امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما. حق نگهدارتون.